میتونیم گرند کانیون آریزونای آمریکا، مشهورترین و زیباترین دره جهان رو، یا ال کامینیتو دل ری اسپانیا، وحشتناکترین و خطرناکترین دره‌ای که پیمایشش از سال 2000 ممنوع شد، یا تنگه آنتلویی که به خاطر وجود سنگ‌های رنگی و صیقل داده شدش بهترین سوژه عکاسان بین المللی شده رو کنار بذاریم و راهی تنگه‌ای بشیم که همه چیز رو در یک جا و در میان دیوارهای بلند و باریکش جای داده. تنگه ای در نبض ایران، در میان آبهای خلیج فارس، تنگه ای که بی نهایت زیباست و بی نهایت هم ترسناک. اینجا زیباست به خاطر تلاش میلیون ها ساله طبیعت برای خلق حفره های صیقلی این دره، و ترسناک به خاطر مسیر صعب العبورش. با ما همراه باشید تا به تنگه‌ای بریم که یکی از شگفت‌انگیزترین و ترسناک‌ترین تنگه‌های جهان در ایرانه. اما قبلش یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای جدید ما دکمه زنگوله کنارش رو فعال کنید. در جزیره اسرارآمیز قشم همه چیز به دره معروف ستارگان ختم نمیشه. طبیعت قشم به راحتی میتونه هر کسی رو مات و مبهوت خودش کنه. جاذبه های بزرگترین جزیره ایران درست مثل رازی سر به مهر ذهن کارشناسان و محققان رو درگیر خودش کرده. جزیره قشم 1500 کیلومتر مربع وسعت داره و بزرگترین جزیره خلیج فارسه. اینجا اولین و تنها ژئوپارک خاورمیانه هم هست که سال 2006 در شبکه جهانی ژئوپارک ها به ثبت یونسکو رسید. اگر نمیدونید، ژئوپارک به منطقه‌ای گفته میشه که چند پدیده زمینشناسی، طبیعی، فرهنگی و زیستی منحصر به فرد داشته باشه. و حالا کشور ایران بعد از مالزی، چین، کره، ویتنام و ژاپن ششمین کشور آسیاییه که ژئوپارک داره. از انبوه عجایب جزیره قشم، دره‌ای بی نهایت زیبا اما ترسناک وجود داره که اوج هنر طبیعت رو به رخ جهانیان کشیده. اینجا تنگه چاه کوهه، یکی از جاذبه های مهم ژئوپارک قشم. برای این تنگه تا به امروز اقداماتی هم در حد تایید سازمان یونسکو انجام شده، اما در کنار بحث جذاب ژئوپارک بودن جزیره و تمام جاذبه های حیرت آوری که در کنار هم جا شدن، هفت جاذبه اصلی اینجاست که به عجایب هفتگانه قشم مشهورن و این تنگه، یعنی تنگه مخوف چاه کوه، جزء یکی از این عجایب هفتگانه قشمه. دره چاه کوه در 70 کیلومتری شهر قشم و در کنار روستای چاهوی شرقی در بخش غربی ساحل شمالی جزیره قشم قرار داره و یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری این جزیره محسوب میشه. این تنگه پدیده ای شگفت انگیزه که از فرسایش سنگ های رسوبی زمین شکل گرفته، اون هم در دل کوهی که به شکل ضرب دری برش خورده. اشکال سنگ ها در تنگه چاه کوه قطعا هر کسی رو مات و مبهوت قدرت طبیعت میکنه. سنگ های این دره چنان صاف و صیقلی هستن که انگار با ابر و اسفنج طرفیم و به قدری زیبان که در نگاه اول فکر میکنیم که یک هنرمند سنگ تراش با نهایت دقت این اشکال رو از دل کوه تراشیده. اما اصل قضیه اینه که آهک یا بیکربنات کلسیوم موجود در دیوار تنگه با اسید موجود در آب باران واکنش نشون داده و این فرایند تونسته در طی میلیون ها سال شکاف ها و حفره های کوچکی رو در اینجا ایجاد کنه. در اینجا صحبت از فرسایش لایه به لایه هم هست و آب پس از چرخیدن در حفره ها دوباره بیرون میریزه یا تبخیر میشه. تکرار این فرایند در طول زمان باعث شد که حفره ها روز به روز بزرگتر بشن و شیارهایی عمیق همراه با انواع حفره های عدسی، قاشقی و کروی شکل در دیواره و کف دره شکل بگیره. عمق تنگه چاه کوه در قسمت هایی به شدت زیاد میشه و حتی به 100 متر هم میرسه. هرچه از سمت شمال به جنوب پیش میریم،
دره کم عرض‌تر میشه و شیبش هم بیشتر و در انتها به شکل وی انگلیسی در میاد و مسیر دره نوردی چاهکوه برای پیمایش بسیار صعب العبوره. چاهکوه از چهار طرف راه دسترسی داره چون بر اثر فشار زمین به چهار تکه تقسیم شده. تنگه چاهکوه قشم در واقع حاصل شکستگی بخش بزرگی از کوه، اون هم به خاطر اینکه روی یک گسل قرار گرفته. در کف این دره حفره‌های کم عمقی وجود داره که محل ذخیره آب‌های جاری هستن. از این نظر تنگه چاهکوه از صدها سال پیش به عنوان مهمترین منابع تأمین آب شیرین جزیره و ساکنانش محسوب میشه. حال به نام چاهکوه میرسیم که از ترکیب دو کلمه چاه و کوه ساخته شده و یکی از دلایل نامگذاری این منطقه هم وجود همین حفره‌های چاه مانند در دل کوهه. اما خب علت دیگری هم که احتمالاً به واقعیت نزدیکتر باشه اینه که ساکنین قدیمی این منطقه برای دسترسی آسان‌تر به آب شیرین چهار حلقه چاه در ورودی تنگه حفر کرده بودن. به همین خاطر این منطقه به تنگه چاهکوه مشهور شد. در حال حاضر هم مسیر کانال مانندی در داخل تنگه دیده میشه که در واقع مسیر حرکت آب از چاه‌های حفر شده است. این چاه‌ها محل ذخیره آب بارانه و قدمتی باستانی داره، چرا که از زمان‌های دور برای تأمین آب شیرین اهالی این منطقه مورد استفاده قرار می‌گرفت. دانشمندان عمر تنگه چاهکوه قشم رو بیش از 2 میلیون سال تخمین زدن. تمامی دیواره‌های کوه در طی میلیون‌ها سال به دلیل بارش باران‌های سیل‌آسا و همچنین بادهای شدید دچار فرسایش و تغییر شکل شده. از لحاظ تاریخی هم تنگه چاهکوه به دره مقدس مشهوره. گذشتگان آب این دره رو مقدس می‌دونستن و برای شفای بیماری‌هاشون ازش استفاده می‌کردن. این تنگه در دل کوه ایجاد شده و مسیر عبور آب در تمامی قسمت‌های اون به چشم می‌خوره. اما خاک اینجا شرایط مناسبی برای رشد گیاه نداره. به همین خاطر پوشش گیاهی این منطقه به خار و علف‌های مخصوص بیابان محدود میشه. در اطراف تنگه چاهکوه درخچه‌های کوچک و پراکنده‌ای به چشم می‌خورند که به خاطر حفر چاه‌ها و تغییر شرایط اقلیمی این منطقه در اینجا رشد کردند. وجود منابع آب شیرین هم که در این منطقه وجود داره باعث شده تنگه چاهکوه میزبان جانوران زیادی باشه، به طوری که تنوع پرندگان و پستانداران این تنگه به بیش از 16 گونه مختلف میرسه. اگر قصد بازدید از تنگه مرموز قشم رو دارید، لازمه که به این نکته توجه کنید که جزیره قشم به خاطر شرایط آب و هوایی و قرار گرفتن در دل خلیج فارس آب و هوایی شرجی داره. کسانی که تاب و تحمل گرما و آب و هوای شرجی جزیره رو ندارن، بهتره که در اواسط بهار تا انتهای تابستان به قشم سفر نکنن. بهترین زمان برای سفر اواسط فصل پاییز تا اواسط زمستانه. در این مدت آب و هوا تا حد بسیار خوبی خنک و مطلوبه و رطوبت و شرجی هوا هم کمتره. میشه اینطور گفت که بین ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر فصل پاییز و زمستان بهترین زمان برای بازدید از تنگه چاهکوه قشمه. فراموش نکنیم به خاطر وجود دیوارهای بلند اینجا زودتر از موعد تاریک میشه، پس بهتر بازدید از تنگه رو به ساعتهای پایانی شب مکول نکنیم. علاوه بر این نکته، دیوارهای تنگه چون فضای نسبتاً بسته‌ای رو میسازن، ممکنه برای افرادی که دچار فوبیای فضای بسته باشن ناخوشایند باشه. و صحبت آخر این که شناخته شدن ژئوپارک قشم به عنوان یکی از ژئوپارک‌های مهم و توریستی دنیا به نگاه ملی هم نیاز داره. جالبه که بدونید درآمد کشور چین از 8 ژئوپارکش که به ثبت جهانی رسیده چندین برابر درآمد نفتی ایرانه. در نتیجه برای رسیدن به چنین شرایط درآمدزایی باید تمامی ارگان‌ها به کمک منطقه آزاد قشم برای معرفی اولین ژئوپارک خاورمیانه تلاش زیادی داشته باشند. خب دوستان عزیز،
این ویدیو در اینجا به پایان رسید. اگر دوست داشتید لایک کنید و اگر ما رو دنبال نمی کنید سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.